سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم. امروز بعد از گذشت 8 ماه از حمله وحشیانه مزدوران به اشرف و حماسه 19 فروردین، امروز این افتخار رو دارم که با یکی از فرزندان یکی از این مجاهدان شهید و سرفراز به نام فاطمه مسیح گفتگویی داشته باشم. همراه مادرم به اشرف اومدم حدود 8 سال پیش. توی ایران ما تو خانواده هوادار سازمان مجاهدین زندگی میکردیم، به خاطر همین با ملا و آرمان سازمان مجاهدین آشنا بودم، ولی از نزدیک رنج و دردی رو که مردمم میکشیدن دیدم و به همین دلیل وقتی به اشرف اومدم تازه فهمیدم اینجا تنها راه مقاومت بر علیه این رژیمه و انتخاب کردم که توی اشرف بمونم. من زهره هستم، حدود 10 ساله که به اشرف اومدم. خب من اگه بخوام از دوران بچگی رو بگم، تو ملای مجاهدی بودم با مادرم. مادرم اولش با از طرف خانواده مسیحا آشنا شد با سازمان و من مرتب با مامانم به ستاد مجاهدی میرفتم. اونجا با برادر و خواهر خیلی بودم و بیشترین چیزی که داشتم این که خب اون موقع مدرسه نمی رفتم، 6 سالم بود، ولی خب بعدا که مدرسه می رفتم تمام هماغم هم این بود که برم خانواده مصر، یعنی می رفتم خونه اونا، عمه مادرم می شد خانم مصر. محمد آقا مصر اولین نفعی بود که مادرم با سازمان آشنا کرد، کتابای سازمان رو بهش میداد. از همین طریق مادرم به ستاد مجاهدین راه پیدا کرد. ولی خب من با فاطمه مصبا، عزت مصبا، خیلی با اونا بودم. خاطر که از عزت مصبا دارم، همون موقع تظاهرات سال 60 بود که از تظاهرات برمیگشتن، مادرم هم همراهشون بود. بعد عزت مصبا با چماق زده بودن توی سرش که از وسط سرش شکافته بود، که مامانم سریع اونجا ترمیم میکنه سرش رو، میگه حتما باید بری بیمارستان، ولی عزت قبول نمی کنه، میگه که نه من باید برگردم و همونجا دوباره غسل شهادت میکنه و دوباره برمیگرده تو تظاهرات، دیگه بر نمیگرده، که بعدا متوجه میشیم که همشون شهید شده. بعد از اون خانواده مصبا، یعنی فکر میکنم تظاهرات سال 60 بود که هم از خانواده مصبا جدا شدم، هم از خانواده مصبا، و همینطور پدرم رو دستگیر کردن و دوران سختی رو گذروندیم با مادرم. من و مادرم تنها بودیم، ولی بعدا توی نقطه دیگه تصمیم گرفتم که بیام به اشرف و انتخاب کردم که بر علیه این رژیم مبارزه کنم، چون تنها جایی بود که میشد حق مردم رو از این رژیم ددمنش گرفت. راستش اگه بخوام از اولش بگم، خیلی برام خیلی خاطرهای زیادی دارم که بخوام بگم براتون و اینکه چجوری بالاخره انتخاب کردم. من راستش دنبال مسابقات ورزشی بودم، بعد کلاس های متفرقه می رفتم، هیچ کدوم گفتم راضیم نمی کرد.